سلام ستومتون رو گنگ چطورتون بچه هم من ایوان هستم. خیلی خیلی خوش اومدید به ویدیو لیدیو امدام. هر جا که هستید حالتون خوب باشم، شما فرق باشم بسید چه خراج کنم کنید. آقا امروز هم اومدیم طبق درخواست خودتون، بازم با اینکه چجور بتونید با بهترین سنس پلی بدین بدون میز و اینکه بتونید در واقع سنس خودتون رو بسازید، نه اینکه فقط سنس من رو بسازید و یا بر بقیه رو، کامل توضیحات بهتون میدم. حتما حتما ویدیو رو تا آخرش ببینید. بچه آخر ویدیو براتون سنس خودم گذاشتم، روش صحبت کردم در مورد سنس پایین بالا متوسط اینا کلا صحبت کردم و براتونم گذاشتم که حالا تا آخر ویدیو ببینید. حتما 10 دقیقه از کلا ویدیو گیم پلی حقه و توضیحات خفنی دادم، حتما ببینید. اشغالی لایک و ساب یادتون نره بچه، حتما ساب کنید دیگه. بعد بریم برای 4000 تایی چنلمون و خلاصه که بتره کنیم. آقا چنل تلگرام تو دیسکریپشن کامنت تک شده، حتما بیاید و انجام چرا با انشاد بشین بی تربیت. و آقا داشتم میگفتم بهتون بچه در مورد سنس بخوام باتون کلن صحبت کنم. خب اصل کار برای گیم، برای بازی شما توی کال آف موبایل یا هر بازی که اینجوریه، کلن سنسه. یعنی سنسه که به شما در واقع اون حرکته رو میده، یعنی چجور بهتون بگم محرکتون. در واقع ما درسان یه محرک داشتیم و میگفتن یه محرک کنم نمیدم یه چیشو. این هم دقیقا مثل همونه. شما برای اینکه بتونید بازی کنید درست بتونید بازی کنید، آقا لازمه که یه سنس خفن داشته باشید، برای خودتون باشه. اگه بالا یه جور باشه که بتونید قشنگ موومنت بزنید. حالا من کلی اومدم در مورد سنس ها حرف بزنم، حالا چه پایین چه بالا. ببینید اگه شما بخواید سنس پایین بازی کنید، کلی بخوام بهتون میگم میستون کمتر میشه، ولی خب موومنتتون 100% خیلی کمتر میشه، کمتر میتونید موومنت بزنید. ولی سنس در واقع پایینه و شما بدون میس تقریبا میتونید بازی کنید. این از سنس پایین مثلا میگم، حالا آخر ویدیو براتون گذاشتم میگم. به این معنی یه تایمی حتی سنس بچه 60 بازی میکردم، یعنی فکر کنید یه تایمی سنس 300 یکی هم 60، یعنی فکر کنید منی که آخرین سنس بازی گذاشته بودم اومده بودم بازی بودم روی 60. چرا دیگه اون جواب نبود بر من. این سنس چیزی که همش دائم التغییره و همش باید عوض کنید و همش که کلن باید در واقع هی پلی بدید عوض کنید تا بتونید در واقع دوباره بازیتون رو به روال قبلی برگردونید، بیت تربیتون بزنید. و خلاصه بچه سنس آخر ویدیو من ببینید، فقط اون اولیه رو بهتون میگم. اون الان سنس هم روی 300ه و من مثلا میگم یه تایمی 70 هم بودم، پایین تر از این هم بوده. خیار چرا اینجوری پشمان بیا پایین با سرمون دردید و پایین تر از اینم آقا بوده و خلاصه ما بازی کردیم. و سنس بالا و پایین رو بخوام نظر کلی خودمو بدم، بچه بهترین سنس سنس بالاه و یه چیز بالاتر از 150 البته، یعنی 150 به بالا رو شما بخواید تست کنید بهترین سنس از نظر منه. بچه من کسی هم که سنس پایین رو تست کردم، سنس بالا رو تست کردم، هر چیز که فکرشو کنید من تست کردم، یعنی انقدر سنسامو پایین بالا کردم که نمیدونید، خیلی عوض کردم و کلن میدونم چی به چیه سنسم. و حالا تو این ویدیو فقط میخوام بهتون بگم آقا سنس خودتون رو بچینید، سنس خودم گذاشتم نیستشین چک کنید تست کنید، ولی فکر کنم سخت باشه ولی کسی که سنسش پایینه برام مثل من بذاری 300. و بچه کلی میخوام بهتون بگم سنس وسط بهترین سنسه، یعنی مثلا سنس 150 تا 170 بهترین سنسه. و حالا کسی که میخوان موومنتاشو خیلی خفن باشن سنسو کم کم میبرن بالا، یعنی شما بهترین حالتش اینه که سنستون رو بذارید روی 70. ببین چه جوری، اگه دید خیلی کنده یه 30 تا ببرید روی 100 تا بشه، بازم دید کنده 10 تا 10 تا برید روش تا بهترین سنسو پیدا کنید. و حالا تنظیمات بیاد الان بهتون نشون میدم که چیو بیارید بالا و پایین. این چیه صورتمونه پشما. و آقا داشتم میگفتم بعدش که بردید بالا سنس پایین میتونید بازی کنید، یعنی میس نمیدید و میستون خیلی کمتر و خیلی راحت هم میشه بازی کنید. خب من مووینت بخوام، یعنی من خودم به شخص بدون مووینت نمیتونم بازی کنم و حالش به اون مووینت هست. اوه خدا خیلی خوبم بیان. و اینم از اینو آقا اینجا بچه این بیتربیت اینا کنم بچه کلن همون بودن گفتن ایوان بیا بیرون بزنی من ایوان گفتم داداش بیا پایین سرمون درد بیاره بیتربیت یکیشون اینجا میزنم. و حتی بچه کلن همشون نبودن، یه اسکواد به میشستم بغل هم اینجا گرفتیم با سیت ستوق باتیشون که هر بکنید یکیشون رو زدیم و دوبومشون هم میان میون داداش هم بکنه
همیت بگیم داداش بیا پایین. اه بی تربیت. اینم دوباره سبونشو هم میسرم. خب داشتم میگفتم بچه ها سنس 100 هم خوبه، سنس 150 هم خوبه، ولی من کلی بخوام بهتون بگم بچه که کلن سنسشون نابوده، از سنس 70 شروع کنید آقا. بهترین سنسی که میتونید بچینید از سنس 70، شما از 70 بچینید و خلاصه بتونید راحت حالا پایین بالا کنید دیگه. ولی پایین که نمیتونه، 70 پایین تر دیگه بیاری خیلی سمه و دیگه 70 شروع کنید بیارید بالاتر، ببینید چه جوریه. روی 80 بیارید، روی 100 بیارید، ولی خب نظر من میگم رو همون 150 خوردهیه، 160 میگم اوکیه. باز میگم چیز شخصیه بچه ها، سنس رو باید خودتون بچینید. حالا نهید بشینید ویدیوی من ویدیوی بقیه رو ببینید سنس اون رو اسکیلید. من گذاشتم براتون بچه، ولی بعید میدونم بتونید راحت بازی کنید چون سنس هم بالاه. من مثلا یه زمانی سنس هم 80 بود گفتم آره، ولی خب الان سنسم بالاه و دیدم بچه من خودم به شخصه انقدر سنسمو تغییر میدم، هر سیزن کلی سنسمو تغییر میدم. الان مثلا 300 دو هفته بازی نکنم رو سنس 300 نمیتونم بازی کنم بچه من، خود به خود میارم 150 نصف میکنم چون نمیتونم آقا، سریعه و من باید هی بازی کنم. سنس یه چیزیه که دائم باید بازی کنید بچه، روش تسلط داشته باشید. الان من میخوام در واقع سنسمو بچینم دوباره فردا بازی نکنم، تو سه روز بازی نکنم همینه، اصلا دستم دیگه عادت نداره. میرم بازی کنم انقدر سریعه نمیتونم اصلا شات بزنم. ولی خب الان پشت سرم دارم بازی میکنم مثلا روزانه یک دو ساعت، الان میتونم بازی، یعنی الان جواب اینجا می تربیت رو گرفتیم زدیم و علامتش میگم میتونم. چرا؟ چون آقا دارم بازی میکنم، عادت کردم، یعنی صفحه‌مو سریع‌تر میچرخونم خلاصه و خیلی بهتر شده. ولی اون موقع نمیتونم. اینجا نگاه کنید بچه‌ها، وای خلاصه خمیزه کشم. اینجا یه موونت زدیم داداشم گونه عوض کردم، داداش بیا پایین، خط گرفته بود بعد ما چارتر ریختیم یه ترسید بنده خدا. بچه کاستومرم بیایید، هر روز تو چنل تلگرام کاستوم میذاریم حتما حتما بیاید. بعد چیزی نمونده بچه، به سنس خودم حالا الان براتون میذارم که خلاصه ببینید دیگه. و بچه سعی کنید همیشه حالا هیپ فایر رو ایناتون هم بیشتر تمرین کنید، هیپ فایر بیشتر جوابه، مخصوصا تو موونتتون هیپ فایر رو بخواید بزنید موونتتون خیلی سریعتر میشه و راحتر میتونید بزنید مثلا طرف مقابلتون ها. چیزی که فکر نکنید این دیواشمون هم نمیدونم چی کشید اینجا، خیال وایساده بود بی تربیت. الان بچه ها کریم خیلی کلا شاتگان خیلی خوب شده. خب بیوای از لحاظ موونت خداست، یعنی شما بیوای ورده ایفای بزن اصلا همه رو جر میده. کریم ایمش خیلی قوی شده بچه ها، خیلی قوی شده. ایچس هم بچه ها خوب، هم ایفایرش خوب هم ایمش، ولی میگم بگیر نگیر داره، کلا بگیر نگیر داره. اینجا میبینید موونت چقدر سری میشه با بیوای بچه ها، فکر کن خیلی سری میشه و میگم براتون آتش میذارم بچه ها. احتمال زیاد دیده فردا آتش مونتان باشه، بهتر آتش مونتان رو براتون میذارم، یعنی ویدیو فردا رو از دست ندید، بهترین لودات رو براتون میذارم. داداش هم بی تربیت جام دیدید، یه موونت رو عقب و ایزی خیلی راحت زدیمش و براتون ویدیو در واقع بهترین لودات رو میذارم برای بتل. عشق کنید دیده فردا رو از دست ندید بچه، حتما تو ویدیو رو لایک کنید و چند تا کامنت بذارید. آقا اینم از اینو، یه شات دیگه مونده اونم بزنیم و بریم سراغ سنس خودمون بچه ها. خب بچه ها اینم آخریه، با هم دیگه بریم اینم بزنیم بی تربیت رو، مهتی رو بزنیم. داداشم مهتی ناکنید، اینجا میایم میگیم داداش یه موونت رو تمام ایزی. خب بچه بریم سراغ سنس خودمون، سنس بتل براتون گذاشتم دیگه، مولتی براتون نذاشتم، خواستم توی ویدیو دیگه براتون میذارم. ببین بر من الان اون اولیه 300، ولی من بهتون میگم پایین میتونید بیارید سنس پایین، میتونید روی حالا 70 میتونید پلی بدید، سنس وسط گفتم 149 150 اینا وسط میانه است خیلی خوبه و میتونید با پلی بدید بچه‌ها. سنس پایین هم میتونید تست کنید آقا، 80 خوبه 70 خوبه، میتونید اینا رو چک کنید و خلاصه سنس بالا هم خوبه، ولی خب نه اینکه یه دفعه بخواد بیارید مثلا 300، نه اینجوری نه، خورد خورد بعد بیارید. من خودم 70 شروع کردم رفتم 300، فکر کنید دیدم بازیم چقدر بد شد یهو کم کم بردم بالا، دیدم چقدر بهتر شد. اینا سنس دیگه است بچه‌ها، حتما حالا خواستید اسکرین شات بگیرید. اینایی که میبینید برای سنس 100 150 عالیه بچه، یعنی شما روی 150 اینا چک کنید خیلی تاثیر داره. حالا 10 تا پایین بالا دیگه دست خودتونه بچه، امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی فعلا، بای بای.